موج‌های دریای جنوب کشور هم با خود فریاد و فغان‌های لنجداران بندرهای جنوب را به ساحل می‌آورند. مدت هاست که لنجداران زحمتکش جنوب کشور در شرایط نزدیک به مرگ زندگی می‌کنند و اخیراً اجرای یک مصوبه که دولت آخون روحانی تصویب کرده مرگ کامل را برای آنها در پی دارد. این اعتراف خبرگزاری حکومتی ایلناست که در 17 خرداد 97 از این مرگ میگوید. اجرای مصوبه دولت یعنی مرگ کامل مردم دریای جنوب. ماجرا یک ماجرای قدیمی است که مدت هاست لنجداران جنوب و مردم منطقه از آن در رنجند. بخشی از این مشکل این روزها در رسانه‌های خبری رژیم آخوندی منعکس شده است. از جمله در روز 19 خرداد ماه به اصطلاح نماینده مردم بوشهر و گناوه و دیلم در مجلس ارتجاع نیز در اثر فشارهای مردم و لنجداران ناچار از اعتراف به این حقیقت شد که درآمد 120 هزار نفر به طور مستقیم متکی بر تهلنجی هاست. خدری گفت معیشت 80% مردم بنادر دیلم و گناوه وابسته به همین کالاهای تهلنجی است و درآمد 120 هزار نفر در استان بوشهر به طور مستقیم متکی به تهلنجی هاست. در گزارش دیگری در همین خبرگزاری مصوبه‌ای که به مرگ کامل مردم دریای جنوب منجر خواهد شد درج شده است. این مصوبه محدودیت‌های معیشتی برای ساکنان بنادر جنوب به خصوص شهرهایی چون دیلم، هندیجان و گناوه ایجاد می کند. از جمله موارد این مصوبه ماده 7 آن است که بر اساس آن شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از 500 تن لنج تجاری در صورت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دادن ملوانان شاغل در آن شناور و برخوردار شدن آنان از مزایای بیمه تأمین اجتماعی از قبیل بازنشستگی، بیمه درمان، عیدی آخر سال و سایر موارد مربوط مجاز هستند در هر سال برای هر شناور و هر ملوان حداکثر 6 نوبت و در هر نوبت به ازای هر ملوان تا سقف 100 میلیون ریال از معافیت ملوانی مندرج در تبصره 3 ماده 1 این آیین‌نامه استفاده کنند. چنین امتیازی در نظر اول مثبت به نظر می آید، اما از نظر لنجداران این مبلغ آنچنان اندک است که در مقابل هزینه های گزاف رفت آمد های دریایی اصلا به صرفه نیست. فشارهای معیشتی به لنجداران و این گونه مصوبه که رژیم آخوندی به تصویب آن اصرار دارد مدت هاست که مورد اعتراض لنجداران بوده و هر بار موج اعتصاب ها و اعتراض های مستمر و طولانی لنجداران و بازاریان شهرهای بندری جنوب باعث عقب نشینی رژیم در برابر لنجداران شده. تنها به چند نمونه از اخبار چند ماه گذشته این اعتراض ها نگاه کنید. 2 دی 96 در اعتراض به مصوبه تهلنجی بازاریان گناوه دست به تجمع و اعتراض زدند و بازار را تعطیل کردند. 9 دی 96 بازاریان گناوه در 8 روز متوالی همچنان در اعتصاب به سر میبرند و کلیه مغازه های آنها در بازار بسته است. 7 اسفند 96 جمعی از لنجداران بندر دیر در اعتراض به تعطیلی و ممنوعیت تهلنجی مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. 4 اسفند 96 صدها تن از لنجداران استان بوشهر در اعتراض به ممنوعیت تهلنجی در مقابل گمرک بوشهر دست به تجمع زدند. حقیقت این است که زندگی مردم ساکن بندرهای جنوب به خاطر فقدان صنعت و کشاورزی به شدت به تهلنجی ها وابسته هستند و زندگی خود ملوانان و لنجداران هم به همین تهلنجی وابسته است. بنابراین سود ناشی از تهلنجی چشم امید مردمان این مناطق است. اما فشارهای اقتصادی دولت و مصوبات ضد مردمی مردم را دچار فقر شدید نموده و در اثر استمرار این فشارها و اجرای مصوبه جدید مربوط به تهلنجی بسیاری از ملوانان ناچار از مهاجرت و تغییر شغل خیش می شوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مورخ 21 خرداد 97، رئیس هیئت مدیره تعاونی لنجداران و حمل و نقل دریایی استان بوشهر با اشاره به افزایش سهمیه کالای ملوان از 10 میلیون تومان به 15 میلیون تومان اعتراف کرد که این رقم جوابگوی نیازهای ملوانان و لنجداران نیست. حتی 30 میلیون تومان هم رقم خوبی برای ما نیست. با این حال هر ملوان
با آن نهایتاً می تواند 4 قلم جنس برای خود بیاورد. به این ترتیب در حالی که مردم جنوب بر روی دریای نفت نشستند و سرمایه هایش توسط آخوندها غارت شده و صرف ساخت موشک و صدور تروریسم می شود، زندگی مردم زحمتکش جنوب و لنجداران در فقر مطلق رو به نابودی است.